رقص در همه فرهنگ‌ها یک نوع بیان سرخوشی و ابزاری است برای ارتباط بدون کلام انسان‌ها با هم. رقص شاید اولین زبان مشترک همه جهان است و اکرم خان مظهر همین قابلیت رقص در گذشتن از مرزهای زمان و مکان. او از پدر و مادری بنگلادشی در بریتانیا به دنیا آمده و امروز به عنوان یکی از بزرگترین رقاصان و طراحان رقص معاصر شناخته می‌شود. در اجراهای او تأثیر شرق و غرب و گذشته و حال دیده می‌شود. او خود چه تعریفی از سبک خاص رقصش دارد؟ استیون ساکر از برنامه هارتاک بخش جهانی بی بی سی با او گفتگو کرده است. به هارتاک خوش اومدی. ممنون. خواهش میکنم. خیلی از رقصنده های مطرح و حرفه‌ای در یک سنت فرهنگی خاص و خیلی سختگیرانه پرورش یافتن. اما به نظر میاد این در مورد تو صادق نیست. نه، من توی لندن به دنیا آمدم و بزرگ شدم و در معرض کارهای هنری زیادی از فرهنگ‌های بسیار متنوعی بودم. ولی مادرم میخواست من چیزی از هویت فرهنگی اون یاد بگیرم. چیزی غیر از زبان اون. چون در اون زمان مبارزات برای استقلال بنگلادش بین پاکستان غربی و شرقی شروع شده بود و زبان اهمیت حیاتی برای اون داشت. پس هویت بنگالی اهمیت زیادی برای شما داشت. تو زبان بنگالی رو یاد گرفتی؟ بله، مادرم با من انگلیسی صحبت نمی‌کرد چون می‌دونست توی مدرسه انگلیسی یاد می‌گیرم. اون می‌خواست من با ریشه‌های هویتی اون هم از راه زبان و هم فرهنگ در تماس باشم و هم چیزی سنتی از اون فرهنگ یاد بگیرم. رقص سنتی هندی چیزی بود که اون مرا مجبور کنه، در واقع تشویق به یادگیریش کرد. منظورت سنت کاتاک؟ دقیقاً، رقص سنتی شمال هند کاتاک. پس به عنوان بچه جنوب لندن که پدرش هم یه رستوران هندی رو اداره می‌کرد، شما موظف شدید رقص سنتی کاتاک رو یاد بگیرید. در واقع بیشتر اینطور بود که اگه به کلاس‌های رقصم می‌رفتم تشویق می‌شدم و جایزه می‌گرفتم. من به عنوان بچه‌ای که خیلی چیزا می‌دید، مثلا من شیفته مایکل جکسون بودم. نظر مادرت در این باره چی بود؟ مشکلی نداشت. این درسته که شما در مدرسه جایزه بهترین تقلید تریلر مایکل جکسون رو گرفتید؟ دو تا چیز بود، یکی مایکل جکسون که یه سری از حرکات ثابتش رو انجام دادم و یکی هم یه سری حرکات گروه 5 استار بود که من اون موقع عاشقشون بودم و اونها هم تحت تاثیر مایکل بودن. آره، در اون مسابقه جایزه گرفتم. خب، پس میشه گفت شما از همون 10-12 سالگی زیر نفوذ ترکیبی از فرهنگ‌های مختلف قرار داشتید. سوال اینجاست که وقتی بیشتر یاد گرفتید و مشتاق یادگیری فرم‌های مختلف رقص شدید، آیا دچار نوعی سردرگمی در انتخاب راهتون نشدید؟ بله، سردرگم بودم، اما این آشفتگی از جامعه من و ساختار اجتماعی جامعه‌ای که پدر و مادرم عضو اون بودن ناشی می‌شد. تحصیلات آکادمیک برای اونا خیلی مهم بود. کشور اونا تازه مستقل شده بود. اونا تحصیلات و راهی برای پیشرفت اون کشور می‌دونستند و رقص از نظرشون فقط یه سرگرمی بود. می‌خوام بگم جامعه من خیلی خوب و حامی من بود، اما هر از گاهی، حتی تا همین امروزم، از من می‌پرسن که خب شغل واقعی تو چیه؟ ایرادی هم نداره. پدر مادر تو مسلمان هستن. اعتقادات مذهبیشون چه تأثیری داشت؟ آیا اعتقادات مذهبیشون باعث نمیشد که بگم به جای اینکه دنبال مایکل جکسون بری، این یا اون راه رو برو؟ نه، مادرم واقعا ذهن بازی داشت. ادبیات بنگالی خونده بود و در اسطوره شناسی، چه اسطوره های یونانی و چه اساطیر هند، تحقیق میکرد. اون عاشق قصه و روایت بود. به نوعی از همون کودکی منو هم تو دنیای این قصه ها وارد کرده بود و تو اون دنیا راهنمایی میکرد. خیلی از مردم دنیا داستان بیلی الیوت رو شنیدن. قصه پسر بچه‌ای از یک خانواده معدنچی در یکی از شهرهای شمال انگلستان که ذاتاً رقاص بود، اما مجبور بود با خودش و خانواده‌اش و جامعه اطرافش مبارزه کنه تا بتونه به مدرسه رقص خوبی بره و
علاقه‌اش رو کشف کنه. داستان تو با این داستان تفاوت داره. انگار تو مجبور نبودی فرار کنی. نه، داستان من یه خورده متفاوته. اولا بذار که خیلی صادق باشم. من استعداد ذاتی نداشتم. من فقط یک استعداد خیلی خاص دارم. اون هم این که وقتی غرق یک کاری میشم، به طرز فوق‌العاده‌ای پابند اون کار میشم. یادمه که وقتی 16-17 ساله بودم، یک سال تمام به پدر مادرم میگفتم دارم میرم کالج، در حالی که میرفتم به گاراژ پدرم. روزی 10 ساعت میرفتم گاراژ پدرم، اونجا مخفی میشدم و چی کار میکردی؟ تمرین میکردم. روزی 10 ساعت تمرین رقص کلاسیک هندی میکردم. قابلیت و استعداد من توی اینه که روزی 10 ساعت تمرین کاملا مخفیانه، خودت به تنهایی؟ بله، این شیوه گریز من بود. من توی این کار غرق شده بودم و میخواستم توش خیلی خوب بشم. من شیفته کاتاک، یعنی رقص سنتی شمال هند شده بودم. اگه به سرعت جلو بریم تا به زمانی برسیم که کار حرفه‌ای داشت اوج می‌گرفت، تو به محیط بسیار متفاوتی وارد شدی. به یکی از بهترین مدارس رقص معاصر و در کارهای شرکت کردی که کم کم مشهور شدی. نه در عرصه کاتاک سنتی، بلکه در نوعی بیان شخصی که عناصری از رقص‌های شرقی رو با رقص مدرن و پیشرو غربی ترکیب می‌کرد. Western dance. Yeah, I call it confusion. بله، من بهش میگم قراقاتی. مردم به این کارا میگن تلفیقی، ولی من میگم قراقاتی، چون بدن من تو اون زمان واقعا قاطی کرده بود. من فکر میکنم از درون اون آشفتگی کم کم شما شروع به جستجو برای رسیدن به صدای خودتون میکنید. دنبال هویتتون که از راه رقص به دنبالش میگشتید، چیزی که خیلی ها در موسیقی یا نوشتن به دنبال اون هستن. خیلی از کارهای تو به نوعی از زندگی خودت الهام گرفته شده. خیلی از کارهای من به زندگی شخصیم ربط دارن. سوالای زیادی از کودکیم دارم که توی کارهام دنبال جوابشون هستم. گفتم که عاشق مایکل جکسون بودم. فقط مایکل هم نه، عاشق چاپلین هم بودم، عاشق فرد آستر بودم، باستر کیتون، محمد علی، بروس لی، اینها قهرمانان من بودند. محمد علی هم که با خودت آوردی. آره، فکر کردم واسه هارتا کی محکمتر از محمد علی. اینجا جای خیلی خوبیه که گوشه از رقص تو و کارت رو نشون بدی. دش خودت داره کاری که بیشترین اشاره رو به زندگی خودت داره و تو رو به بنگلادش میبرد. با هم حدود 30 ثانیه‌اش رو ببینید. It's fascinating on so many levels. I mean, here you are. این از کارهای محبوب منه. حرکات تو بسیار گویاست و نوعی آتش در اونها هست. رابطه تو و بنگلادش در رابطت با طبیعت در اینجا نشون داده میشه. آیا در این کار غم و حرمان هست یا این یه رابطه مثبته؟ I'm trying to figure out whether it's actually in a sense sad or whether it's a very positive thing. I think it's a bit of both. I think really the story is about my father. کمی از هر دو. قصه پشت این قصه پدر خودم. من این کار رو با یه حرکتی مثل کوبیدن روی یه قبر شروع کردم. وقتی به پدرم گفتم این نمایش درباره من و توه، پدرم هیجان زده شد. بهش گفتم صبر کن، باید بهت بگم که در شروع نمایش تو مردی. پدرم گفت به همین زودی منو کشتی؟ من هنوز زنده‌ام. این باعث شد پدرم از این کار خوشش نیاد. نمایش درباره اینه که وقتی پدر من یا کلان هر پدری که از یه فرهنگ دیگه میاد و بچه‌شو توی یه محیط دیگه بزرگ میکنه، از خودش میپرسه دوست دارم بچه‌م به چه راهی بره. وقتی من نوجوان بودم و از ابرقهرمانانم مثل محمد علی یا بروس لی تقلید میکردم، پدرم مدام میگفت من دوست دارم تو به جای اینها بنگلادشی باشی. تا همین امروزم من از خودم میپرسم این یعنی چی؟ I want you to be more Bangladeshi. I still to this day don't know what that means.
احساس میکنی تو ذهن اون چیزی بود که اون بهش باور داشت. So partly you're exploring your relationship with him, but in terms of your own relationship. از یه طرف تو رابطت با پدرت رو بررسی میکنی، اما از طرفی هم رابطت با فرهنگی که در اون بزرگ شدی در لندن و دنیای رقص غربی، ولی تو مدام هم به بنگلادش میری. آیا نسبت به هر دوی این فرهنگا احساس غریبگی میکنی؟ In both cultures and countries. Yes, I do. I never felt an outsider in Britain as much. بله، من هیچ وقت در بریتانیا به اندازه وقتی که مردم به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن احساس غریبگی نکرده بودم، اما در بنگلادش همیشه احساس غریبی میکنم. من در بنگلادش بیشتر احساس میکنم بریتانیاییم و در بریتانیا بیشتر احساس بنگلادشی بودن دارم. من به دنیای بدون مرز فکر میکنم. برای من خونه جاییه که خانواده‌ام تو اونجا احساس امنیت کنن. برای من جالبه که میگی هیچ وقت به اندازه امروز در بریتانیا احساس بیگانگی نکردی، چون وقتی درباره تو میخوندم دیدم روزهای سختی هم در کودکی داشتی. بعضی وقتا نجات پرستا به رستوران پدرت میومدن. آره، دوران خیلی بدی داشتیم. فکر میکنم خیلی از بنگلادشی ها و اقلیت های دیگه اذعان دارن که امروز نجات پرستی آشکار کمتری نسبت به 30-40 سال پیش میبینیم. چطور تو امروز بیشتر احساس بیگانگی میکنی؟ It's changing, no? With Brexit, I think things are changing. فکر میکنم با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همه چیز عوض میشه، نه؟ فکر میکنم در روی نجات پرستی باز شده و صداش بلندتر شده. منطقه دیوار کشیدن با فرهنگهای دیگه و زنوفوبیا، ترس از دیگری، ترس از خارجی، خیلی از کارهای من درباره همین موضوعات. تو اینا رو در کارات وارد کرد. چون این واقعیت منه. اتفاقاتی که برای من افتاده یا در محیط دور و برم داره میفته. برگردیم به موضوع در هم آمیختن و ترکیب کردن. بذار تکه دیگه از کارات رو ببینیم، چون خیلی به این بخش از حرفات ربط داره. تو یه باله کلاسیک به نام جیزر رو به همراه باله ملی انگلستان انتخاب کردی و امروزیش کردی. وقتی از دیوار و مهاجرین صحبت می‌کنی، تو قهرمان داستان عاشقانه جیزر رو به کارگری فقیر در کارگاه‌های تولیدی لباس تبدیل کردی. به تصاویری از جیزل تو نگاه کن. باز هم تصاویر خیره کننده ای از جیزل که بسیار متفاوت از تصاویر دش هستند. کار با باله ملی انگلستان و تامارا روخو که یکی از بزرگترین رقاصان معاصره چطور بود؟ فوق‌العاده بود، به خصوص کار با باله ملی انگلستان. من با هیچ کمپانی باله دیگه ای کار نکرده بودم. همیشه از کار کردن با یک کمپانی بزرگ باله میترسیدم. آیا اونها پذیرای شما بودن؟ بله. از ایده‌های شما که احتمالاً با همه کارهای قبلیشون متفاوت. منم از همین میترسیدم، اما اونها واقعاً سخاوتمندانه و با شجاعت در کل روند تمرین از من حمایت کردند. Kudos to Tamara and her and the whole team. They're extraordinary. تامارا و همه گروه واقعا فوق تصور من بودند. میراث رپرتوار باله کلاسیک واقعا بار سنگینی بود که من روی شونه هام احساس میکردم. به خصوص جیزل، اثر بزرگی که علاقمندای زیادی داره. انتخاب این کار و جسارت اون رو داشتن که تو در جیزل نمیرقصیدی که نه، کاش میتونستم باله برقصم. در اول این مصاحبه با فروتنی گفتی که آدم نابغه‌ای نیستی، که البته فکر نمی‌کنم لزوماً بینندگان این مصاحبه باهات موافق باشن، اما میتونی حالا که تجربه زیادی در رقص داری تصور کنی اگر مسیر دیگه‌ای رو میرفتی و یه رقاص باله کلاسیک شده بودی چی میشد؟ نه، فکر نمی‌کنم. من عاشق نوریف و باریشنیکوف بودم. اونا قهرمانای من بودن. هر دوی اونها بالرین های فوق‌العاده‌ای بودن. رویای من این بود که خب مثل اونها باشم. فکر میکنی چه چیزی از اونها کم داری؟ از نظر فردی بدن این کار و انعطاف پذیری لازم براش رو ندارم. اگه زودتر شروع کرده بودم، وقتی که بچه بودم، البته خب نوریف هم نسبتاً دیر شروع کرد، اما نوریف بی نظیره. پس تو استفاده متفاوتی از بدن می‌کنی. دقیقاً. خیلی برام جالبه که بیشتر بدونم چطور برای داستانگویی از بدنت استفاده می‌کنی.
برای این کار به چه نوع انعطاف بدنی احتیاج داری؟ چطور میتونی از بدنت برای بیان استفاده کنی؟ For me, the flexibility that I deal with is an illusion. من با تخیل و تصور انعطاف و نرمش بدنی کار دارم. من واقعا دامنه نرمش و انعطاف خیلی بالایی ندارم. اما خب عوضش سری هستم. همیشه سری بودم. به خاطر تربیتم در کاتاک. در کاتاک شما باید خلخال‌های خیلی سنگینی به مچ پاتون ببندید و ساعت‌ها تمرین کنید. برای همین وقتی اون وزنها رو باز می‌کنید واقعا مثل اسپیدی گونزالس سری میشید. همینطور ترس از اینکه مشخص بشه من خیلی منعطف نیستم هم هست که سریع‌ترم می‌کنه. برای همین حرکاتم برای مخاطب محو به نظر میاد و مخاطب از خودش می‌پرسه چی شد؟ این واقعا بدن نرمی داره یا نه؟ من فکر می‌کنم سبک من از همین نیازم برای پنهان کردن ناتوانی‌هام رشد کرده. When you tell me about the things you took from your Katak tradition, it also reminds me. وقتی تو از چیزایی که از کاتاک یاد گرفتی گفتی، یادم اومد که در راه کار کردن در سنت‌های مختلف رقص و آمیختن اونها به هم، تو در سال‌های اخیر سفرهای متعددی به هند و بنگلادش کردی و در اونجا کارهای اجرا کردی. میدونم که در ابتدا کار تو رو نمیپذیرفتن و میگفتن تو به سنت خیانت کردی، اما حالا تو تماشاگران زیادی داری و کار تو رو تحسین میکنن. فکر میکنی حالا ذهنشون بازتر شده؟ فکر میکنم سنتگراها همیشه نگاه منفی دارن، یا لااقل سخت کار منو قبول میکنن. خیلی چیزا تغییر کرده و بهتر شده، اما باید بگم نسل جدید خیلی خوبن و به کار من علاقه مندن. حالا تماشاگرای خیلی زیادی در هند و همینطور در بنگلادش دارن. رقص همیشه برای من یه هنر پایه‌ای و بدویه، چون در نهایت ابزار ارتباطی تو بدنته. به نظرم یکی از عواقبش هم اینه که وقتی سن تو بالا میره و بدنت به نوعی توان کمتری داره، قدرت داستانگویی و بیان تو هم کم میشه. It affects your ability to tell the stories and to express in the way that you want to. Technically yes. باید بگم در واقع بله. I think اما بستگی داره از زاویه دید غربی ببینید یا از دید شرقی آسیایی. بیشتر توضیح بده. It depends also on the dance form. این به نوع رقص هم بستگی داره. در کاتاک استادای مهم از 40 سالگی به بعد در اوج هستن. تا قبل از اون همه چیز در حد تمرین و آمادگیه. Everything else before that is a preparation. دارن یاد میگیرن. بله. I think in western classical dance form it's much earlier. فکر می‌کنم رقاص‌ها در رقص کلاسیک غربی توی سن خیلی کمتری به اوج کارشون میرسن. اما باید توجه داشت که فقط مسئله در رقص توان بدنی نیست، بلکه قابلیت استفاده عمیق‌تر و شاعرانه تر از این نیرو هم مورد نظره. من دیگه به انجام کارهایی که توی 30 سالگی آرزو داشتم بتونم انجام بدم فکر نمی کنم. اما من راه‌های دیگه‌ای پیدا کردم که به شکل دیگه‌ای بیانگر اون حرکت‌هایی باشم که خب الان دیگه نمیتونم انجامشون بدم. You do less dancing now. کمتر می‌رقصی و بیشتر تمرین می‌کنی. تو بیشتر الان بیشتر تمرین می‌کنی. برای خوده؟ بله. تمرین بدنی. بله مجبورم. درسته. پس تو مجبوری بیشتر تمرین کنی. بله حتی بیشتر از گذشته. The reason I think it's important when discussing dance to get into the physicality of it is because دلیل اینکه وقتی از رقص صحبت می‌کنیم اینقدر از فیزیک بدن می‌گیم در واقع اهمیت این موضوع که چند وقت پیش سه چهره برجسته رقص در انگلستان از جمله خود تو در نامه سرگشاده نوشتید که نسل جدید رقاصان معاصر در بریتانیا آتش و انضباط کافی رو ندارن و به اندازه کافی آموزش نمی‌بینن تا از بهترینا بشن. عده زیادی از رقاصان خوب که تو دوست داری با اونا کار کنی از خارج به بریتانیا میان. Within your own company, we're actually coming from overseas. Yeah, I mean, I was talking. ما بیشتر شاید البته خودخواهانه درباره اون تعلیماتی صحبت می‌کردیم که توی گروهمون به اونها نیاز داریم. من به رقاصای تکنیکی قوی احتیاج دارم و در اون موقع رقاصانی که می‌دیدم از مدارس رقص در اینجا بیرون میان توانایی‌هایی که به درد کار در گروه من بخوره رو
نداشتند. لابد دو طراح رقص دیگه‌ای که با من اون نامه رو نوشتند هم با همین مسئله روبرو شده بودند. پس مشکل علاقه جوانان نبود. منظور شما این نبود که جوانای امروز با این همه سرگرمی و کارهای هنری که دور برشون هست به اندازه‌ای که لازمه خودشون رو وقف این کار نمی‌کنن که در بالاترین سطح باشن. فکر می‌کنم توی هر فرم هنری اگر می‌خواید تأثیر عمیقی در اون فرم داشته باشید باید خودتون رو غرق در اون کار بکنید. من فکر می‌کنم هر تکنیکی که دارید باید اسیر اون بشید تا از دل اون اسارت به یه نوع آزادی برسید. پس شما اگه خودتون رو کاملا محصول فرمی که می‌خواید درش به کمال برسید بکنید در واقع به نوعی آزادی میرسید. این یعنی اینکه شما رنج زیادی در این راه میکشید. بله، اما خب رسیدن به هر چیزی رنج داره و کار زیادی میخواد. شما باید چیزهایی رو توی این راه قربانی کنید. اما اگر احساس میکنید چیزی رو دارید قربانی میکنید، این یعنی یه جای کار اشکال داره. الان دنبال چی هستی؟ چون همچنان در سراسر دنیا به شدت فعالی. بقیه رو مجبور میکنم که این مسیر رو برن. برای من دیگه سختی کشیدن بسه. یعنی به فکر کنار گرفتن از رقصیدن در کارهای خودت هستی؟ بله، فکر میکنم کم کم جمع جورش کنم. دیگه نمیخوام تورهای سنگین برم. شاید چند سالی طول بکشه ولی بعدش کارهای کوچیکتری میکنم، چون به هر حال من عاشق رقصیدن هستم. عاشق رقصیدن برای بچه هام هستم. عاشق رقصیدن وسط اتاق پذیراییم هستم. ولی از تمرینات دیگه لذت نمیبرم. مثل دویدنه. دویدن در 20 سالگی خیلی متفاوته با دویدن در 30 سالگی. حالت ارتجاعی بدن و شکلی که میدوید تفاوت پیدا میکنه. وقتی در 40 سالگی میدوید این تغییرات رو کاملا احساس میکنید. من الان تفاوت زیادی با 20 یا 30 سالگیم حس میکنم. در نتیجه از اجرا بسیار لذت میبرم ولی دیگه از تمرینات لذت نمیبرم. دارم فکر میکنم آیا بعد از کنار گرفتن از رقص حرفه‌ای خوشحال خواهی بود؟ قبلا گفتی گاهی از کارهای زیاد اداری که به عنوان مدیر یک گروه رقص باید انجام بدی تا در کشورهای مختلف اجرا کنی خسته میشی. در این حال گفتی نمیخوای به عنوان رقاص در نمایش ها باشی. فکر میکنی اگه این تمام زندگیت بشه برات خسته کننده و آزاردهنده نخواهد بود؟ فکر میکنم همینطور باشه. همچنان در خلوت خودم خواهم رقصید. من بسیار علاقه‌مندم ببینم چطور میتونم ایده‌ای که توی بدن خودم قادر به انجامش نیستم رو در بدن دیگران به انجام برسونم. مثل همین کار کردن با باله ملی انگلیس. توانایی شگرف و عجیب اونها این زبان رو به جلو میبره. اونها یه پشتوانه آموزشی خیلی مشخص در باله دارن. و ارتباط بین اون چه من انجام میدم و اون چه بدن یه بالرین میکنه برای من بسیار جذابه. من عاشق کفش های باله شده بودم. اینکه زن های بالرین چه کارهایی با اون میتونن انجام بدن واقعا بی‌نظیره. قبلا اینو دیده بودم ولی وقتی مستقیم با اونا کار میکنید احترام فوق العاده ای براشون پیدا میکنید. محصول نهایی با اون چه معمولا من با بدن خودم یا بدن رقاص ها میسازم کاملا متفاوت بود و تغییر شکل پیدا کرد. و در پایان آیا ایده‌ای برای تم کارهای بعدیتون دارید؟ شما صحبت های زیادی راجع به مهاجرت و دیوارایی که مردم بین فرهنگا میکشیدن کردید. تم عمده کارهای بعدیتون چه خواهد بود؟ حتما درباره بدن خواهد بود. من به موضوع بدن اسطوره‌ای و بدن تکنولوژیک آینده بسیار علاقه‌مندم. ربات و هوش مصنوعی؟ دقیقاً. بسیار مشتاق دیدنش هستم. خیلی ممنون. اکرم خان، باعث افتخاره که به هارتاک اومدید. خیلی ممنون.